به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 12 ماه صبر سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ادامه حملات توپخانه پاکستان بر بخش های شرقی افغانستان و پیدا نشدن راه حل به این مشکل. حکومت وحدت ملی به صورت مستقیم موضوع حمله های راکتی را با رهبران پاکستان در میان گذاشته است. رایزنی ها برای سرگیری گفتگاه صلح و افزایش بی‌اعتمادی ها در برابر پاکستان. نگرانی ها از افزایش بیکاری و انتقاد ها از امیر نشدن تعهدات حکومت در روز کارگر. سیاست زدگی رسانه های چاپی و نبود محتوا برای کودکان و نوجوانان. و راه پیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در شمار از کشورهای جهان. شو جوزکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت وحدت ملی درباره حملات موشکی پاکستان بر بخش‌های شرقی افغانستان با رهبران این کشور به گونه مستقیم گفتگو کرده است. ریاست جمهوری میگوید که ادامه این حملات نقض روشن منشور سازمان ملل است. در این حال وزارت امور داخله به نیروهای دولتی دستور میدهد که صلاحیت دارند در برابر حملات موشکی پاکستان پاسخ بدهند. از سوی هم آگاهان رابطه جهانی از حکومت وحدت ملی میخواهند که با این موضوع باید از راه‌های سیاسی پرداخته شود. نه تنها جنگ و انتحار و انفجار، بل در سالهای پسین حمله های موشکی پاکستان بر بخش های مرزی در شرق کشور نیز برای افغانستان بسیار دردسر آفرین بودند. ظاهراً این معضل سبب شده است تا مقام های حکومت وحدت ملی در این باره نشست برگزار کنند و اینکه حکومت وحدت ملی در برابر این حمله ها چه پاسخی داشته باشند. حکومت وحدت ملی به صورت مستقیم موضوع حمله های راکتی را با رهبران پاکستان در میان گذاشته است. تداوم این حمله ها نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و در تناقض با اصل حسن همجواری می باشد. موشک پراگنی های پاکستان بر بخش های شرقی کشور اینجا در مجلس سنا نیز خشم به بار آورده است. مشتر پاکستان ظلم کی او دا رقم قتلونه کی زمش خلق پینکارونه کی وجنی علما موجنی مشران موجنی اوزمش پر ملک تیره کی. اما در صورت ادامه حمله های موشکی پاکستان پاسخ نیروهای مرزی کشور چه خواهد بود؟ در هر صورت نیروهای سرحدی، نیروهای امنیتی ما که در نزدیک خط دیورن هستند، اونها این صلاحیت داره که در برابر تخطی پاسخ بدن. با این همه راه‌های حل سیاسی نیز برای متوقف ساختن این حمله ها کارساز دانسته می شوند. گزینه جنگ و استعمال سلاح از نظر مردم ما شما، از نظر جامعه منطقه یا کشورهای منطقه و جامعه بین المللی گزینه نهایی است. بخش های شرقی کشور سال هاست که گواه حمله های موشکی و توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی بودند. در تازه ترین رویداد در ولسوالی گوشته ننگرهار یک سرباز جان باخت و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند. در این حال قرار سازمان همکاری های کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنگ با آوردن صلح در افغانستان در آینده نزدیک نشسته را برگزار کند. همزمان با تلاش های چین و پاکستان برای از سرگیری گفتگاه صلح افغانستان، شمار از آگاهان میگویند که به هیچ روی نمی شود باور داشت که اسلام آباد در این روند همکاری بکند. این آگاهان تلاش های منطقه ای را برای به نتیجه رسیدن گفتگاه صلح با طالبان بسیار اثرگذار می دانند. افغانستان د اسلامی جمهوریت جمهور رئیس. بنبست صلح افغانستان، هدف نخست افغانستان جنگ با حراس افغانان شده است و قرار است عالمان بزرگ جهان اسلام نیز نشستی را در باری افغانستان برگزار کنند. سازمان همکاری اسلامی آماده است به خاطر برگزاری کنفرانس بین المللی علما در ارتباط به افغانستان و بخصوص در ارتباط به صلح در افغانستان دایر کنه که نشستای ابتدایی یا مقدماتی ازید در حدود دو ماه پیش در جده صورت گرفت.
همزمان با این چین و پاکستان در تلاش از سرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان هستند، چیزی که با باور آگاهان باور بر اسلام آباد اشتباه خواهد بود. فعلا بی باوری نسبت به پاکستان خیلی خیلی زیاد شده و به همین دلیل است که صلح طالبان خراب کرد و پاکستان هم به تعهدات خود عمل نکردن. برای صلح افغانستان باید یک ابعاد وسیع‌تر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اینا در نظر گرفته شده. در این میان همکاری های منطقه‌ای در صلح و جنگ افغانستان بسیار اثرگذار پنداشته می شود. کشورهایی که بتوانند فشار بر اسلام آباد و طالبان بیافرند. پاکستانی ها تجربه گذشته نشان داده که اتحاد کشورهای دیگر مثل امریکا و چین هم اینا را مثل می کنند. بهتری است که یک اجماع بین‌المللی به وجود بیاید، کشورهای دیگر هم حضور داشته باشد و در ساختار صلح و ثبات داخل افغانستان قدم‌های مؤثر برداشته شود که پاکستان هم باید به این نتیجه برسه که تنها خودش تصمیم گیر نیست. ایران پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که هیچ انتظاری از پاکستان برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوهای صلح ندارد و تاکید بر سرکوب طالبان کرد. او کنون دیده شفت که سازمان همکاری های کشورهای اسلامی چه نقشی را برای پایان جنگ و تامین صلح در کشور بازی خواهد کرد. شمار از نمایندگان مجلس و شهروندان کشور حکومت را از بهر کندکاری در فرستادن قانون ثبت احوال و نفوذ به شورای ملی انتقاد می کنند. آنان می گویند به آن که یک ماه از تعدیل در قانون ثبت احوال و نفوذ سپری شده است، اما تا کنون این قانون به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. در این حال وزارت عدلیه می گوید که طرح تعدیل شده این قانون در کمیته قوانین وزارت آماده شده است و به زودی به کابینه فرستاده خواهد شد. نزدیک به یک ماه از تصمیم حکومت به افزودن قومیت و ملیت در متن قانون ثبت احوال نفوذ و نیز در صفحه نخست شناسنامه های برقی می گذرد. اما وزارت عدلیه تا کنون این طرح تعدیل شده را برای تایید به کابینه نفرستاده است. همه از اینا برمیگرده به اینه که حکومت برای دایر کردن انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی اراده نداره. بر بنیاد ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ که از ماده های تنش‌زای این قانون بود، ملیت و قوم در شناسنامه های برقی ذکر نمی شد و از همین رو توزیع این شناسنامه ها به تعویق انداخته شد. اکنون حکومت می گوید که با افزوده شدن ملیت و قوم به این مشکل پایان بخشیده است. قانون ثبت احوال نفوذ از کمیته قوانین هم تعدیلات دیگه داشت و تعیین مراحل شده و هنقلیب و از کابینت مراحل میشه و به اولویت جرگه سپرده میشه اینجا. جنجال ها بر سر چگونگی مشخصات شناسنامه های برقی تمویل کنندگان این برنامه را ناگزیر ساخت که کمک هایشان را به این پروژه قطع کنند. جامعه اروپا یکی از تمویل کنندگان عمده این برنامه بود و اونا همیشه یه علاقه مندی را نشان دادن. در مجامع مختلف، مجالس مختلف هم در این مورد اونا تعهدات خود ارائه کردن که هرگاه این برنامه نهایی شد و تطبیقش پرداخته شود، در تمام عرصه‌ها در قسمت مشاوره‌ای تکنیکی، در تمویل و در خود موضوعات عملیاتی هم اونا آمادگی نشان دادن که با ما همکاری بکنن. در حال حاضر شش گونه شناسنامه در کشور وجود دارد و این شناسنامه ها به سادگی ساخته شده می توانند. تذکره الکترونیکی یک سال از سرجه رو بس از پولا مصرف شد، از این دولت مصرف شد، مردم جوان ها بخاطر از این اما نتیجه نگرفتن. خیلی زیاد شاهدش ما بودیم که یک شخص چندین تذکره داشت از چندین ولایت، حتی خارجی ها داشت. قانون ثبت احوال نفوذ 1.5 سال پیش در مجلس نمایندگان تصویب شد و پس از توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی چاپ گردید. بر بنیاد ماده ششم این قانون که ماده بسیار تنش‌زا بود، ملیت و قومیت در صفحه نخست شناسنامه برقی نوشته نمی شد، بل در حافظه آنجا داده می شد. اما این کار با مخالفت‌های بسیاری روبرو گردید و از همین رو توزیع شناسنامه ها آغاز نشد. هند به علت توزیع شدن پاسپورت افغانستان به برخی از شهروندان کشورهای دیگر، توزیع ویزا این کشور را به شهروندان افغانستان محدود کرده است. وزیر امور خارجه میگوید که هند به علت دسترسی برخی از شهروندان کشورهای همسایه به پاسپورت افغانستان نگران است و از کابل خواسته است تا به این مسئله رسیدگی کند.
نگرانی ها از وضع شدن محدودیت بر توزیع ویزه کشورهای هند و امارات بر شهروندان افغانستان پای وزیر خارجه را به مجلس سنا کشاند. متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده. بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی خواست های بیشتر را بگیرن، یعنی بعضی مقرراتی را چیز معرفی کنن که نتونن هر کس ویزا بگیرن. هرچند وزیر امور خارجه از کشورهایی که شهروندان آن به گذرنامه افغانستان دست یافته اند نام نمی برد، اما سناتوران میگویند که هند برای جلوگیری از راه یافتن خراس افغانان به این کشور دست به این کار زده است. ما نتانستیم که هم یک سند قوی داشته باشیم که برویتی از او افراد اشخاص از افغانستان بیرون براوه تحت نام تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت و یا اینکه مرزای ما باید بسته باشه. اما راه بیرون رفت از این موزل چیست؟ در طرز عملشان اونا خواستن که درخواست کننده ویزا باید صورت حساب بانکی خود را داشته باشد و درخواست ویزا ارائه کنه. و ریاست گذرنامه وزارت امور داخله در این باره چیزی نمیگوید، اما پیش از این نیز گزارش های وجود داشتند که یک شهروند ایران گذرنامه افغانستان را به دست آورده بود. ادامه خبرهای داخلی لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. گسترش نامنی ها و نیز فساد اداری سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. شمار از کارگران از رئیس جمهور می خواهند که برای ایجاد کار در کشور به وعده هایش وفا کند. از سوی هم در مراسم بزرگداشت از روز جهانی کارگر نماینده ویژه رئیس جمهور می گوید که افزایش نامنی ها از علت های افزایش بیکاری در کشور بوده است و می گوید که برای حل معضل بیکاری در کشور باید بخش کشاورزی توانمند شود. روز جهانی کارگر در کشور در حال بزرگداشت می شود که اکنون هم در حدود 41% افراد واجد شرایط کار در کشور با بیکاری و کار نابسنده روبروند. جالب است نه که یک کسی که تازه از پوانتون خارج کشور باید بره کارگر کارمند چه برش میگم برو تجربه بیار. ببینین دوستان از اولین روز ای کارمندی دولت با دروغ و فساد آغشته می‌سازد. رئیس جمهور رای دادن در افغانستان صلح بیار، امنیت بیار، کار باشه، زندگی مردم خوب شود. نیکی زندگی مردم یاد پسی چکار شیشتن مردم در افغانستان در بدر خاک بسر. بر بنیاد آمارهای داده شده در حال حاضر در حدود 9 میلیون فرد واجد شرایط کار در کشور بیکارند. در حدود 3 میلیون کودک خلاف قانون کار کشور به کارهای سخت میپردازند و بسیاری از کارگران فنی کشور به علت نبود کار به مهاجرت های گروهی دست میزنند. 250,000 بیشتر جوانای ما، مغزای ما، تحصیل یافتای ما افغانستان ترک گفتن، رفتن طرف اروپا، بدبختانه زیاد اینا در بحر غرق شدن. در این حال شمار از مقام های بلند پای حکومت وحدت ملی که در نشست های گوناگون بزرگ داشت از روز جهانی کار شرکت کردند و وعده می سپارند که این مشکلات از میان برداشته خواهند شد. افغانستان که دی فقر سطح، دی بیکاری سطح، دی بدبختی و ناامنی سطح، چه دار طول سره یو تبله ترون لری. نماینده ویژه رئیس جمهور میگوید که حل معضل بیکاری در کشور وابسته به تقویت بخش کشاورزی است. حقوق کارگرای عزیز ما یک چیز بسیار مهم است. حقوق بازنشستگیشان، حقوقی که اطفالشان باید برن در مکتب و ای امتیاز برشان داده شده که اینا قدرتی را داشته باشند که اطفال خود بتانند به مکاتب روان بکنند. نبود مسئولیت کاری، نبود امتیازهای لازم کارگران، بی‌نظمی‌ها در بازار کار، مشکلات اقتصادی، نبود زیرساخت‌ها و نبود زمینه‌های کار برای کارگران از مشکلاتی هستند که گفته می‌شود هر سال به گونه میانگین در حدود 100,000 تن را به کاروان بیکاران کشور می‌افزایند. در بیشتر از یک دهه اخیر کمتر رسانه‌ای بوده است که برای پیشرفت کودکان و نوجوانان به گونه ویژه کار مؤثر انجام داده باشد. آگاهان بدین باورند که بیشتر رسانه‌های چاپی در این راستا کمکار و بی‌پروا بودند. سه دهه پیش کودکان و نوجوانان با خواندن رسانه‌های چاپی با سواد خوبتر با آگاهی بیشتر دست می‌یافتند. میگویند گنج در ویرانه است و این همان چیزی است که با سر زدن به این خانه به آن برمیخوری.
سردار کابلی 57 ساله که 35 سال است رسانه های چاپی را می فروشد، این خانه را انبار داشته های کاریش ساخته است. او برای گردآوری این رسانه های چاپی قدیمی سالها کوشیده است. هرچند ناامنی ها و نیز نبود هزینه باعث شدند که نتواند این همه را به خوبی نگه دارد. آقای کابولی بدین باور است که 3 دهه پیش رسانه های چاپی معیاری تر از امروز کار می کردند، به ویژه برای کودکان و نوجوانان. رشد جامعه را اگر ما شما متوجه باشیم، همین کودکان است، نوجوانان است، جوانان است، تعلق به این میگیره. و امروز که ما متوجه میشیم، نه برای کودکا کدام چیز داریم، نه برای جوانان. به باور بسیاری از آگاهان، اثرپذیری کودکان و نوجوانان از رسانه های چاپی 3 دهه پیش به اندازه بود که امروز شماری از مخاطبان و همکاران آن رسانه ها از نخبگان کشور شناخته می شوند. در سطح سواد اون دوره بسیار تاثیر بسیار عمده داشت. بسیار از کسایی که در اون دوره با اون نشریات همکاری داشتند فعلا نویسنده های بسیار بزرگی هستند. اما در بیش از 1 دهه اخیر، رسانه‌های چاپی چرا نتوانستند به گونه اثرگذارتر فعالیت داشته باشند؟ شما در حال حاضر از هر آنچه رسانه چاپی در افغانستان می‌بینید، به جای وابسته هست و به محتوای خاص می‌پردازد و از پردازش به سایر موضوعات اجتماعی فارغ شدند. شمار رسانه‌های چاپی در سراسر کشور بیش از 1000 گفته می‌شود، چیزی که افغانستان را در کار اطلاع رسانی از کشورهای همسایه پیشتاز می سازد. با این حال، آگاهان بدین باورند که رسانه ها در کشور باید روز به روز معیاری تر عمل کنند و نیز حکومت ها برای پیشرفت رسانه ها و آزادی بیان کارهای اثرگذار انجام دهند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می شنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. ده‌ها هزار کارگر در روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای آسیایی راه پیمایی کردند. بسیاری از این کارگران خواهان اشتغال زایی و افزایش دستمزدهایشان هستند. راه پیمایی روز کارگر در ترکیه به خشونت گرایید و جان باختن یک تن را در پی داشت. ده‌ها هزار تن در روز جهانی کارگر در شهرهای آسیایی به شمول سیول، مانیلا، جاکارتا و استانبول به جاده‌ها برآمدند. در راهپیمایی شهر سیول، پایتخت کره جنوبی، 30,000 تن شرکت کردند. آنان خواهان حقوق بیشتر برای کارگران هستند. حکومت دستمزد را ثابت نگه داشته است و تلاش می‌کند که شرکت‌های بیشتر ایجاد کند، اما مردم باید بدانند که قوانین نباید به گونه‌ای باشند که کارگران قربانی شوند. ما زیان‌های این قوانین را آشکار خواهیم ساخت. در جاکارتا، پایتخت اندونزی، نیز هزاران تن راهپیمایی صلح‌آمیز برگزار کردند. خواست این کارگران نیز افزایش دستمزد هاست. دستمزدهای کارگران اندونزیایی بسنده نیستند و با قانون اساسی هماهنگی ندارند. بسیاری از کارگران در اندونزیا کمتر از چیزی که در قانون آمده است دستمزد میگیرند. در همین حال، راهپیمایی روز کارگر در ترکیه با درگیری میان راهپیمایان و پلیس این کشور انجامید. پلیس برای پراکنده ساختن راهپیمایان از گاز اشکاور کار گرفت و در جریان درگیری میان دو طرف 1 تن جان باخت. و این هم چند خبر کوتاه از جهان. انفجار 2 موتر بم گذاری شده در شهر سماوه عراق 32 کشته و 75 زخمی بر جا گذاشت. منابع امنیتی عراق میگویند که این انفجارها یکی در نزدیک یک ساختمان دولتی و دیگری در یک ایستگاه موتر رخ داده است. گروه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. انفجار 1 موتر بم گذاری شده در برابر 1 پاسگاه پلیس در جنوب شرق ترکیه 1 کشته و 23 زخمی بر جا گذاشت. مقام های امنیتی این کشور میگویند که بیشتر قربانیان این رویداد سربازان پلیس هستند. دونالد ترامپ موضوع خنده های ضیافت سالانه کاخ سفید بود. در این مهمانی باراک اوباما در آخرین شام خود با خبرنگاران در کاخ سفید خاطرات 8 ساله خود را در قالب شوخی بیان کرد و بیشتر دونالد ترامپ را به شوخی گرفت.
و نیز به نشانه پایان کار ریاست جمهوریش مایک را به زمین زد. حکومت کنیا بیش از 100 تن قاچهای فیل را که از نزد قاچاقبران ضبط کرده است آتش زد. رئیس جمهور این کشور میگوید که کشتن فیل‌ها از بر قاچاق قاچهای آنها چالش بزرگی در برابر کشورهای آفریقایی است، زیرا سالانه 30,000 فیل از سوی قاچاقبران کشته می‌شوند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نارسایی ها در وزارت مالیه سبب شدند که این وزارت نتواند مالیه های را به گونه لازم از مالیه دهندگان بزرگ گرد آوری کند. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی می گویند که ظرفیت های مالیاتی در کشور تا 7 میلیارد دلار در سال است، اما این وزارت به علت ناتوانی هایش نمی تواند منابع مالیاتی کشور را به کار گیرد. از سوی هم گفته می شود که وزارت مالیه به مالیه دهندگان بزرگ که سالها می شود از این وزارت بدهکار هستند یک ماه مهلت داده است تا مالیاتشان را بپردازند. وزارت مالیه فهرست 59 مالیه دهنده بزرگ را که نزدیک به 8 سال می شود میلیاردها افغانی از رهگذر نپرداختن مالیه ها به این وزارت بدهکار هستند به شورای وزیران فرستاده است. شمار از آگاهان اقتصاد می گویند که وزارت مالیه در گرفتن مالیه از زورمندان و افراد بانفوذ ناتوان است. آنان می گویند که اقدام نکردن این وزارت به گرفتن بدیهی هایش از شرکت ها و افراد ناتوانی و بی‌پروایی این وزارت را نشان می دهد. به شکل بالقوه بیش از 5 تا 7 میلیارد دلار امکان مالیه جمع کردن در سراسر افغانستان است. ولی اینا از تعدادی از متشبسینی که همیشه تابع قانون هستند و در شهر کابل و اطراف زندگی می کنند، از یا حدود 1.8 تا 2 میلیارد دلار سالانه اینا مالیه جمع می کنند. باقی مالیاتی که باید گرفته شود اونا مفقود هستند و از کسایی که باید گرفته شود نظورشان میرسه که از او بگیره و نه اینا از او میخوان بگیرن، در غیر از این سرچشمه فساد از بین میره. اما مسئولان وزارت مالیه میگویند که این وزارت در گرفتن بدهی هایش از شرکت ها و افراد جدی است و تلاش دارند که برای گرفتن مالیه ها از راه های قانونی کار گیرند. مونږ په ګډه سره کار کوو ترڅو دغه خلک یا هغه شرکتونه چې دوی باندې پورونه پاتې دي مالیاتو له ادرسه دوی باید خپل مالیات په خپل وخت پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه وسپاري او تادیه کړي. هرچند مسئولان این وزارت درباره شرکت ها و افراد و مبلغ دقیق بدهکاری های مالیه دهندگان بزرگ که از سالها بدین سو بدهکار هستند چیزی نمیگویند، اما گفته می شود که در میان شرکت های بدهکار از رهگذر مالیه ها شماری از شرکت ها همکنون هم به پرداخت میلیون ها افغانی بدهکاری هایشان به این وزارت حاضر نیستند. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 30 پول، یک یورو 77 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 649 افغانی. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.